یالا گایز چطوری؟ من منتالم به چنل یوتیوب ایپراب خیلی خوش اومدین. یه سری حواشی خیلی عجیبی واسه دورچی به وجود اومده، یه سری فیلم های خصوصی از روابطش و نمیدونم از دراگ زدنش و یه سری عددهایی که بدهکار بوده و همچنین موزیک های بیشماری که داره ازش لیک میشه. اینا همه الان تصاویرش اومده بیرون، عکس، ویدیو و خیلی عجیبه و فکر میکنم ضربه عجیبی به کریر دورچی بزنه که باعث شده چه خودش چه اطرافیانش این اتفاق بیفته. اومدیم ما هم ببینیم که این ویدیو چیه و چه آینده‌ای در انتظار دورچیه. خب بچه ها میریم هم ویدیو و عکسایی که از دورچی پخش شده رو با هم ببینیم. فقط حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ساب داشته باشید و کامنت هم بزنید که فهم کنید این به کریر دورچی آسیب میرسونه یا نه. خب ببینید، عکس و ویدیوهای زیادیه، من الان به ترتیب پخش میکنم به اون ترتیبی که اومده بیرون و داستان رو پیش میبریم. اولین ویدیو رو با هم ببینیم. این یه ویدئویی که دورچی داره میخنده، مثل این که پیش دوستانشه، ولی ویدئویی که متنی که روی این ویدئو نوشته شده نوشته سوژه خنده ما بودی، آدم شدی، ناله میکردی، ما بخندیم، کسخل، چی شد فکر کنی بزرگ شدی پسرم. این اولین ویدئوست که معمولی ترین ویدئوشه و به نظرم اصلا توش اتفاق نیفتاده. بریم بعدی که خورده دارکتر میشه داستان. خب میرسیم به این عکس که متاسفانه عکس درستی نیست و دورچی داره دراگ میزنه. حالا نمیدونم چی داره میزنه، ولی خب جلوی تای ویدیو هست که تو اون ویدیو مشخصه. حالا بهتون میگم، رو تصویرم نوشته خودمون گذاشتیم جلوت، خودمونم از جلوت برمیداریم بچه فلان. دورچی رو تک کرده، نمیشه تو مخیشی، فیلماتم میدم بالا، بیا پولاتو بده بابا، که مثل این که پولی که از دورچی میخواستن نداده و فیلماشم داده بالا. حالا پولو در ادامه میگم چقدر بوده. خب همونطور که دیدیم بچه ها، متاسفانه دورچی داره دراگ میزنه. حالا ما با جزئیات زوم کردیم، متاسفم که اینو میگم، واقعا متاسفم، امیدوارم من اشتباه کرده باشم، ولی مثل اینکه داره آیس مصرف میکنه یا همون شیشه. و دقت کنین روی میزم فندک اتمیه که مال همین داستانه و سوزن تزریق و حالا اون پک آیس و بقیه داستان هم که هست. خیلی واقعا من متاسفم واسه این موضوع، ولی روی ویدیو نوشته شده یا اینجا که واسه یه گرم جنس خواهرتو یه ساعت قرض میدادی به رفیقای من شد. و نوشته و یا اینجا که میومدی تو خونه من جنس بازیتو میکردی بقیش فوشه. و حالا نمیدونم ادعای شخص درسته یا نه، ولی خب ویدیویی که پخش شده اصلا درست نیست، ولی به هر حال موادیه که دورچی داره مصرف میکنه. خب بریم ویدیو بعدی رو با هم ببینیم که جالبه تو این ویدیو اشکان کاگان هم همراه دورچی هست. همین چی میگن؟ سر پایین هرچ اشکال سر پایین، کار سر پایین خواستن. خب این ویدیو هم دیدید، حالا معتبر خاصی نداره، منتها متنی روش نوشته شده که حالا کاگان و دورچی رو با هم تگ کرده و میخونم براتون. نوشته یا اینجا که آیست باز شده بود خیال بافی میکردی، منظورش همون شیشه، تو و اون اشکان کاگان کونی از کجاتون بذارم؟ چی؟ مرحله آخر؟ او مرحله آخر میمونه فیلم کندادن دیگه. عجیبه واقعا، همه فیلم های خصوصی شونه که پخش شده. خب میرسیم به عکس بعدی، حتما ویدیو رو لایک کنید بچه ها، نظرتون هم همچنان میتونید کامنت بذارید. این یه عکسه که همون میز حالا مصرف و سرنگ و پک شیشه و فندک اتمیه که ایشون نوشته که اون موقع که زیر خواب ما بودی چی میشه پس؟ یاد رفته واسه پول جنست گریه میکردی میگفتی یه دونه دیگه برام بگیرین؟ یا اون موقع که میگفتی با به دخترا انگشتت کنن اونا چی میشه پس؟ دارکی بچه، بریم بعدی. منی که سر داد زدم، هی تنه به حرفات زدم، تو انقدر دفاع کردی ازم که تو این ویدیو من متن رو براتون میخونم. نوشته که اون موقعی که التماس میکردی نسخی تو خونه ما بگذرونی چی میشه پس؟ فکر کردی خبریه علی که خرجت کنم بعد بیای لاتیشو پر کنی؟ من پول دارم،
فیلان فیلان رو رو میزم آبجیت رو میزم میرخصودمش. عجیبه. بمیتی که ویدیو بعدیشو ببینیم. خب تو این ویدیو هم که داریم میبینین طرف داره به دورچی زنگ میزنه، خب شماره دورچی هم پخش کرده و روش هم نوشته که فوش داده، نوشته شما که مرد نیستین، لاپاتون هیچی نیست، پسر من که بلاک میکنه، مثل این که بلاک کرده شماره شو و نوشته تو انگوتون میگین درس از کف خیابون یاد گرفتین ولی همه تون کنید در واقع. خب اینم ویدیو بعدیه با هم ببینیم. خب اینجا هم که دورچی به طور معمولی نشسته و اینا و فکر میکنم که خیلی این شخص نزدیک بوده که در از تمام لحظات دورچی ویدیو گرفته و روش هم نوشته محمد ترزی چی؟ ترزی ترزی نمیدونم، ولی داره فوش میده به دورچی دیگه. این دوستان بریم عکس بعدی. خب عکس بعدی عکس شناسنامه دورچیه که این بنده خدا لو داده. عکس داریم میبینین، محمد رشیدیان درچه نمیدونم و متولد 14 مرداد 1374، حالا نام پدر رو اینا هم که زده، من تولد شهرستان شهریار بخش مرکزی و عجیبه دیگه. خب حالا داستان از چه قراره بهتون بگم و عکس بعدی بهتون نشون میدم. میگن آقا دو تا فرضی وجود داره، یکی این که دورچی با یه خانومی تو رابطه بوده و از این خانوم 700 میلیون تومان پول قرض میگیره و به این خانوم پولو برنمیگردونه، رابطهشون کات میشه و این خانوم هرچی عکس و فیلم از دورچی داشته شیر میکنه روی اینترنت و همچنین جدیدن از دورچی 7-8 موزیک لیک شد توی دو روز و موزیکایی که قرار بود دورچی آلبوم بده و حتی یه شخص ادعا کرده من 30 تا موزیک از دورچی دارم، موزیک فاینال شده با آهنگسازی کاگان و سعید دهخان که میتونم اینا رو بفروشم هر کی خواست بیاد بخره و مثل این که کل حالا این سالا که دورچی داشته ترک خوب میبسته که آلبومش رو جمع کنه، همه ترک های آلبومش رو این شخص داره که مثل این که همین دوست دخترش میتونه باشه یا دوست دخترش یا رفیق خیلی صمیمیشه که پول گرفته 700 میلیون و همچین عددهایی داره شیر میشه و برنگردونده. این خانومی که دارم میگم که احتمالا شاید دوست دختر دورچی باشه، یه خانم دندان پزشکی، یعنی مالک کمپانی دندان پزشکی که خیلی معروف هم است و حتی اشکان کاگان و یانگ سادن و اینا هم قبلا مثل خود دورچی رفته بودن توی دندان پزشکی. همچنین اون فرضیه دیگه داره میگه که آقا یک شخصی که رفیق دورچی، حالا دورچی ازش پول گرفته، اون این حرکت رو زده که البته اون خود شخص اومد تکذیب کرد، گفت آقا من پول میخواستم ولی خب من عکس و فیلم ها رو پخش نکردم، مثل این که همون خانومی که با دورچی در ارتباط بوده این بلا رو سر دورچی آورده و سر اون 700 میلیونی که دورچی قرض گرفته. همچنین یک داستان دیگه به وجود اومده چند وقتی پیش، فکر می‌کنم 3 هفته پیش یک ماه پیش دورچی اومد اعلام کرد که من میخوام کنسرت بذارم همین هفته توی تهران و خب خیلی اومدم بلیت کنسرتش رو خریدم، قیمت بلیتاش از 4 میلیون تومان شروع میشد، منتها کنسرتش اصلا اتفاق نیفتاد، کنسل شد و همه هم اومدن ادعا کردن که آقا پول ما رو نمیده، یعنی ما این 4 میلیون بلیت رو خریدیم الان کنسرت رو نمیذارن و پول ما رو هم نمیدن و خب این مطلب خیلی دارک شد واقعا که هنوزم کسی پولشو نگرفته و امیدوارم که این داستان پیگیری بشه. بریم عکس بعدی بهتون نشون بدم. این دو نفری که دارین میبینید ایتون اینجا براتون میذاره، این همون میگن که دوست دختر دورچیه و اون آقا هم داداش دوست دختر دورچیه و مثل اینکه دورچی از همین خانم 700 میلیون تومان گرفته و پولو نداده و حالا اینشون یا داداششون این حرکت رو زدن سر دورچی. اون شخصی هم که اومده بود گفته بود که آقا گفته بودن که ویدیو رو داره پخش میکنه، اومده روی یه پستی گذاشته تو اینستاگرام که براتون میخونم. نوشته با توجه به اتفاقات اخیر لازم دونستم بگم رابطه ما و دورچی کاملا دوستانه و کاری بوده. من و خواهرم بعد از یک مدت با دورچی و مشکل خوردیم و خیلی ساده مثل هر کسی طلب پول خود. این همون داداش فهم کنم دوست دختر دورچیه و خیلی ساده مثل هر کسی طلب پول خودمون رو کردیم. تمام ویدیوی پخش شده به من و خواهرم ارتباطی ندارد و بنده هیچ فحاشی به هیچ ویدیوی شخصی دورچی پخش نکردم. یک سری جایزه بگیر به اسم ما از دورچی اخاذی کردن، ترک ها
ترک‌های بیشتر و ویدیو شخصی پخش کردم. بنده شخصا دورچه مسی برادرم دوست دارم و تمام مشکلات ما مالی بوده و هیچ مشکل شخصی بین ما نیست. حالا با این دایی هم که ایشون کرده اصلا معلوم نیست که چه اتفاقی داره میفته، یعنی این ویدیو رو کی داره پخش میکنه، چون خیلی عجیبه. تو این دو روز اصلا این 7-8 تا موزیک از دورچه لیک شد، موزیکایی که فیت با پوبون بود و هزار نفر دیگه، و خب این همه عکس و فیلم، اون فیلم دراگ زدن، این خودش اصلا کریر دورچی رو نابود میکنه. همچنین تو همین چند روز با همین اتفاقات سارو بمجای مهرات هیدن دورچی آنفالو کردن و خب مشخصا شاید خیلی از آرتیست های دیگه که فالو دارن هم آنفالو کنن، چون وقتی به یک آرتیست ضربه میخوره علاوز حالا حاشیه منفی به آرتیست های دوروبرش هم اون ضربه رو وارد میشه، وارد میکنن در واقع و تاثیر منفی رو اونم گذاشته میشه. حالا امیدوارم که این مشکلات دورچی حل بشه. جوانی که تالنت خیلی خفن، موزیکاش باحال، حالا شاید سلیقه هر کسی نباشه ولی وایب خوب، ولی این اتفاق براش افتاده. نمیدونم شما نظرتون رو بنویسید. خب گایز اینم از اخبار روشی این روزای رپ فارسی، نظرتون حتما بنویسید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت، شیر، فیلان، بیسار، خیلی دوستتون دارم، پرکار دارم میام، پا به جفت هم کار کنید. تا ویدیوی بعدی، خیلی مخلص.